خب این روز بازی هلند و انگلیس هست، اینجا شهر دورتموند میزبان هست و ما هم اومدیم توی این شهر رو گیر افتادیم و همه جا نارنجی هست. من قبلا گفتم جامعه شاد جامعه سازنده است، جامعه پویا، جامعه اکتیو. یه نکته رو من اینجا بگویم، گاهی از شادی میگن، فکر میکنن که این شادی شاید مثلا الان ماه محرمه یا فلانه، اصلا شادی نباید باشه، اصلا شادی یه چیز خیلی بیرونی نیست. بگیم که حتما کسایی که خیلی میخندن یا بزن و برقص و اینا شادیه، نه، ممکنه شما تو روز عروسی طرف خودش باشه اصلا شاد نباشه، یا در یه جشنی هست میخنده شاد نباشه. اصلا شادی 40-50 تا آیتم کنار هم قرار میگیره و یه شادی رو روی میده و بیشتر هم درونی است. یعنی شادی ظاهر یک کشور نیست، درونیه، آیتم های درونی آدم، آیتم های درونی یک کشور. مثلا که میگن شادترین کشورها مثلا اسکاندیناوی هست، دانمارک هست، فنلاند هست، نه این گونجاشون میری همه دارن میخندن میزنن و میرقصن، نه. شما مگر روز حالا وارد نمیخوام بشم، من میخواستم بگم که اینجا خوب شهر دورتموند خوب نزدیک محل زندگی من هست، امروز میزبان بازی هلند و انگلیس هست، من آمدم شهر دیدم که خلاصه اینجوری و اینا کار ندارم. میخوام بگم که در جامعه شادی اگر ایجاد بشه، شادی هم من بزن برقص نمیگم، حالا باردی نمیخوام بشم که شادی چه آیتم هایی داره، چطور حتی در یه عزا هم بایستی اون حس اون شادیه باشه و در شادی اختراع هست، پیشرفت هست، آزادی هست، توش علم هست، تکنولوژی هست، هزار چی در شادی روی میده. خود این شادی میوه یه سری چیز هست. شادی یک سوا اینکه یک محک هست، سوا اینکه یک تست هست، خودش بیان میکنه، زبان گویای خیلی چیز هست. یعنی اینجا سلامت هست، یعنی میخواد بگه که اینجا آزادی هست، میخواد بگه که اینجا مردم اکتیو هست، میخواد بگه چه و چه مردم خوب دارن، مدیران خوب دارن برنامه ریزی میکنن، عدالت توش هست، چه و چه. حالا این با ریاضی حتی میخونه. بنابراین برداشت من از شادی میخوام بگم، یا گاهی مثلا من انتخابات رو بحث انتخابات گفته بودم، بذارید این 15 تیر روز شادی باشه، انتخابات. یعنی من میگم رأی بدید، اون میگوید رأی ندهید، آن میگوید به ایکس رأی بدهید، آن میگوید به ایگرگ رأی بدهید، همه اینها ما ببینیم کدومش با شادی میخواند، کدوم یک بیشتر شاد میکنه. ما در کارگروه زندگی مریم میزا خانی مخ و انجمن مهندسان دیدیم که اگه پزشکیان رأی بدن شادی بیشتری هست. اونایی که تحریم میکنن میگن آقا تو خونه بشین یک کس کنید، استرس ایجاد میکنه، در یه سری از مردم ترس ایجاد میکنه، میگه ما رأی ندیم آیندهمون ممکنه مثلا فلان بشه، ال بشه. ما راهکاری رو دادیم، گفتیم بیا رأی بدید.
واقعا رادیو من امروز میخوام از تک تک شما بپرسم، اونایی که تحریم کردن، اونایی که بیرون دارن هر چی هرچی، من واقعا میخوام سیاسی نبینی. حتی اگه طرفدار جلیلی بودی، واقعا با پزشکیان، آیا با پزشکیان حس شادی بیشتری دست نمیده نسبت به تحریم رأی ندادن نسبت به جلیلی؟ واقعا شما حتی اگر طرفدار جلیلی هم بوده باشید، من میخوام بگم که آیا با این پزشکیان آرامش بیشتری در جامعه حکم، من نمیگم به دست میاد یا نه، من میگم این حس رخ میده، این حسه. من در لایو پیشین شما ببینید اونجا خوب یه چیزایی گفتن، اینجا من دیگه خوب این اینترنت من چون اینترنت خانه وای فای نیست، ضعیف هست دیگه، حالا هرچند همین ضعیفم خیلی خیلی هزار برابر از اینترنت درون کشور ایران که پر سرعتش هم بهتره. ما رو وارد اینترنت و اینا هم نمیخوام بشم، در لایو پیشین من ببینید موارد خاص مهمی رو گفتم که جامعه چگونه با همین رژیم میتواند اینترنت عالی داشته باشد، اینترنت پر سرعت داشته باشد. ما میتوانستیم با همین رژیم جنگ اون چند سال اون زمان ها اصلا به وجود نمی آمد. این جنگی که هزار میلیارد دلار آسیب زد، تازه پس از جنگ، ما پس از جنگ هم جنگ های غیر مستقیم، جنگ های زیر نام های دیگه داشتیم. این تحریم ها هزار میلیارد دیگه به ایران آسیب زد، اینم جنگ دیگری بوده. با آمدن همین جلیلی یه جنگ دیگه رخ میداد، هزار میلیارد دیگه آسیب میداد. پس این انتخاب ها، من استوری گذاشتم، این انتخاب ها چویس، حالا این انتخاب به معنای اینجا آلمانی میگم وال منظورم نیست، چویس یعنی انتخاب، یه چیز شما گزینش میکنید، یه راهی رو گزینش میکنی، نه به معنی حتما رأی دادن. این دوتا رو لطفا تمیز قرار بدید، یعنی فرق بذارید. شما گاهی انتخاب میکنید، یعنی گزینش میکنید میان این راه اون راه، این ایده اون ایده، این فکر اون فکر، اوکی؟ این سرنوشت رو تعیین میکنه، صدها میلیارد تفاوت هست، میزان شادی هست. من اصلا همین میزان شادی با جلیلی بیشتر میشد یا با پزشکیان؟ مشخصه اصلا راه تزه، راه برده جلیلی اینها اصلا شادی نیست، با تحریم و رای بی رای هم همینجور. حالا من آبشخور یا اون تبار یا ژن رای بی رای گفتم، به همین دولت در سایه است، همین دولت سایه، دولت ایرانستان، یعنی همین جلیلی و رسایی و کیهان حسین بازجی و الله کرم و عباسی و اینا که میشناسید است. یعنی بگو پشت، بگو علی کریمی گفته، بگو ایران اینترنشنال گفته، بگو رضا پهلوی گفته، من بگو معصوم علی نژاد گفته، بگو ایکس ایگر، هر کی گفته باشه، اینا ایرانستانن، اینا با مردم ایران همخوانی نداره، با شادی همخوانی نداره. من به اینجور نمیگم که با پزشکیان گل سنبول میشه بهش میشه، نه نه، اصلا چنین چیزی نیست. این مجلس همه دست پایداری وزیراشو میبایستی اونا اوکی کنن، اوکی؟ پس من میخوام بگم ما ایرانی ها راه عقلانیت رو نمیرن، ما جامعه ما جامعه عقلانی نیست، بویشه میان نخبگان ما، بویشه میان الیت ما، یعنی استادای ما، فارغ التحصیل های ما، دانشگاهی های ما، اصلا توشون اگر بود ما جنگ نمی داشتیم، اگر بود ما این همه زندانی نداشتیم. با همین رژیم راهکاری هست ما زندانی نداشته باشیم، با همین رژیم می تواند قیمت ارز و اینا به نصف کاهش بده، با همین رژیم همه اینا با عقل جامعه که مردمش عقلانیت رو بپذیرن. ما جامعه تعصب میانه استادای ما، میان فارغ التحصیلان ما، میان دانشگاهی‌های ما، میان اونایی که مخالف منتقد هستند هم بیشتر از سنتی‌های ما هست. اینو به شما بگم، بس ما میتونیم جامعه شاد یعنی جامعه پیشرفته، بسیار پیشرفته داره، شادی و آزادی رو با اون چیزهایی که عوام میگن یکی نگیرید، اشتباه نگیرید.
اینو شما بگم، اینم ساعت چنده؟ من 11:56 دقیقه. خب بس برم سمت ویتن. اوکی، این پیشرفت هایی که ما در این کشورها میبینیم، اینقدر نظم و اینها، به خاطر میگم یکیش اهمیت دادن به شادی است. شادی سلامتی میاره و اهمیت دادن به عقلانیت در جنگ درست. یعنی عقلانیت نباشه شادی نیست، عقلانیت نباشه براتون بگم آزادی نیست. پس نقاط بیسش عقلانیتیه. فرنونس به آلمانی که 300 سال زادروس ایمانوئل کانت رو ما اینجا داریم، که من گفتم از ایمانوئل کانت زیاد گفتم، و اینها جامعه رو، جامعه اروپا رو، یعنی ایمانوئل کانت اینجوریست که بگیم که مثلا برای آلمان بوده، نه اینا همش ارتباط دارن. اینجا بازی هلند، هلندی ها همین روز حرکت کردن اومدن کجا؟ اینجا شهر دورتموند. بازی فردا فلان شهر هست، میرم فلان جا، مثلا بازی فلان کشور هست. برای اینا همیشه ارتباط دارن، ارتباط ورزشی دارن، دانشگاهی دارن، ارتباط چه و چه دارن، همیشه داشتن. یعنی اون چیزی که رنه دکارت میگفت فورا به گوش آلمانیا و جای دیگر اروپا میرسی، اون چیزی رو که هگل میگفت به گوش جای دیگه میرسی، اون چیزی رو که نخبگان دانمارک میگفتن به گوش کل اروپا میرسی. و و و و ما متاسفانه همیشه اون چیزی که خودمون داشتیم فکر کردیم اون چیزی که مثلا حافظ گفته، سعدی گفته، تمام شده، همه چیز داریم، یا مثلا دینی ها. نه اینجوری ها نیست، نه اینجوری ها نیست. و علم حقیقت یک دریایی است، یک رودخانه روانی است، می‌بایستی همه جا رو آبیاری کنه. مانند آب هست، مانند آب باران هست. و ما به هر حال گفتم نخبگان ما اگه به حقیقت بگرایند، و هایت حقیقت، حقیقت و حقیقت، با حقیقت آزادی داریم، با حقیقت پیشرفت داریم، با حقیقت شادی داریم، با حقیقت سلامتی، با حقیقت ارزانی، با حقیقت واهایج گرانی از بین میره. میره همه هم رب داره. ممکنه بگه واهایج یا حقیقت چه ربطی مثلا چه میدونم به داره. الان من دیگه اینجا گفتم آمده بودم بیرون و این چیزها رو دیدم. خب ساعت 12 این قطار من حرکت میکنه سمت ویتن که جایی هست که من زندگی میکنم. یه دو تا ایستگاه بودن 10 دقیقه اون برتر هست. من دیگه بایستی برم. Yeah.